خبرهای تازه از افغانستان جهان. پتریوس، روزی سخت و پرمخاطره در پیش است. تنها هماهنگی ضامن پیروزی ماست. ژاپن به برگزاری انتخابات کمک می‌کند. بودجه خود را در اختیار دولت افغانستان می‌گذاریم. استیل، اوباما آغازگر جنگ افغانستان است و نباید در آن دخیل می‌شد. جمهوری خواهان، استیل توانایی رهبری حزب را ندارد، باید کنارگیری کند. تانکر آتش گرفت و نزدیک به 300 نفر سوخت. جمع آوری تیل روستاییان را به کام مرگ برد. با سلام و وقت بخیر. بعد دومین مجموعه خبری امروز از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 12 سرطان سال 1389 خورشیدی برابر با 3 جولای سال 2010 میلادی. انور روزگانی هستم، به اتفاق ادریس جیا در این بخش خبری میزبانتان خواهیم بود. برنامه این ساعت را با خبر از اظهارات دیوید پتریوس در مورد ماموریت تازه او آغاز میکنم. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده تازه نیروهای ائتلاف ناتو، میگوید که ماموریت در افغانستان در شرایط کنونی دشوار و پرمخاطره است. او که به تازگی برای عهده‌دار شدن مأموریتش وارد کابل شده، گفته است که کار مشترک و هماهنگ میتواند به پیروزی در جنگ با هراس افکنی بیانجامد. آقای پتریوس که در مراسم سالروز استقلال آمریکا در سفارت این کشور در کابل شرکت کرده بود، قرار است به زودی رسما مأموریتش را بر عهده گیرد. ۲۳۴ سال پیش در چنین روزی بود که بزرگترین دموکراسی جهان به استقلال خود دست یافت. 4 جولای سال 1776 بود که امریکایی ها پس از سالها جنگ در برابر بریتانیا آزادی خود را اعلان کردند. این کشور اکنون صدها هزار نظامی در بسیاری کشورهای جهان دارد. جنگ در برابر تروریسم و تامین ثبات در افغانستان بخشی از ماموریت این نظامیان است. نظامیان امریکا کیلومترها دور از مرزهای این کشور از این روز تجلیل میکنند. دیوید پتریوس، جنرال 4 آمریکایی که برای گرفتن فرماندهی جدید نیروهای ناتو و ائتلاف وارد افغانستان شد، ماموریت نظامی در شرایط کنونی را دشوار و پرچالش خواند. این یک ماموریت مهم و مشکل است. ما باید این را درک کنیم. اگر ما مشترکاً در افغانستان کار کنیم، می توانیم به هدف نهایی خود در این ماموریت برسیم. پتریوس همچنان نتایج کنفرانس کابل را برای مردم افغانستان مهم خواند. قرار است کنفرانس کابل در کمتر از 3 دیگر با میزبانی دولت افغانستان و با شرکت نمایندگان حدود 70 کشور برگزار شود. هدف این کنفرانس بررسی توافقات نشست لندن خوانده شده که در چه حد تطبیق شده و چالش های احتمالی آن چی بوده است. من به این باورم که افغانها اولویت هایشان را تشخیص خواهند داد و می بینیم که با نزدیکتر شدن کنفرانس کابل تمام افغانستان برای این نشست حیاتی برنامه ریزی خواهند کرد. در حالی که بحث مذاکره با مخالفین مسلح دولت نگرانی های را در سطح ملی و منطقه‌ای به وجود آورده، کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل میگوید که دولت افغانستان را در این عرصه کمک میکند. بیشتر وزارت خارجه روسیه در واکنش با جدی شدن گفتگو با طالبان هشدار داده بود که این موضوع نباید منجر به بازگرداندن آنان به حکومت شود. مقام ها در دولت میگویند که ژاپن بودجه مالی برگزاری کنفرانس کابل و انتخابات پارلمانی از سوی ژاپن پرداخت می شود. رئیس عمومی دفتر همکاری های بین المللی ژاپن امروز در کابل برگزاری انتخابات پارلمانی را در روند تقویه دموکراسی و صلح پایدار در افغانستان مهم خواند. ژاپن همچنین تعهد کرده است که بخش بزرگ از کمک هایش را از طریق برنامه های دولت افغانستان به مصرف خواهد رساند. کمتر از 3 دیگر به برگزاری کنفرانس کابل زمان باقی نیست. مقام ها در وزارت امور خارجه می گویند که بودجه مالی کنفرانس کابل از سوی ژاپن پرداخته می شود.
ژاپن این تعهد را در نشستی که با شرکت نمایندگان شماری از وزارتخانه ها در کابل برگزار شده اعلام کرد. معاونی سیاسی وزارت امور خارجه هدف نشست امروزی را چنین برشمرد: نشست امروزی دلیلشی است که با طرف حکومت افغانستان مذاکره با طرف جانب افغانی اینا اولویت های حکومت افغانستان را در نظر گرفته آقای حکیمی میگوید که در کنفرانس کابل مقام های ژاپنی برنامه های جدید را برای 5 سال آینده ارائه خواهند کرد. ژاپن کشوری بوده که کمک های خود را در عرصه های آموزش، توسعه نهادهای مدنی متمرکز کرده است. رئیس دفتر همکاری های بین المللی ژاپن برگزاری انتخابات پارلمانی را در تقویه دموکراسی در افغانستان مهم میداند. آقای شیرو سیدو شما میگوید که کشور ژاپن برای پوشش دادن کمک هایش نیازمند به یک استراتژی جدید است. امیدوارم که به یک استراتژی مشترک خوب دست پیدا کنیم و بتوانیم تعهداتمان در زمینه کمک 5 میلیارد دلاری تا 5 سال آینده را عملی کنیم. البته یک سال این مدت سپری شده و نظر به محاسبه ما 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده است. از این رو به این باوریم که هر دو دولت به راه درست روانند و در تلاشند که از هر نگاه افغانستان را بسازند. آقای شیدو همچنان میگوید که کمک های کشور ژاپن را از طریق برنامه های دولت افغانستان مصرف خواهند کرد. سال گذشته و به دنبال پیروزی دموکرات ها در ژاپن، این کشور مأموریت سوخت رسانی به نیروهای ائتلاف در اقیانوس هند را متوقف کرد و به جای آن کمک های انسانی خود را افزایش داد.